دیده. اونی که مهمه تر این سوالی که مطرحه اینه که خدای سبحان اونقدر برای آدم ها ارزش قائله و احترام قائله که کسی که مردم رو تهدید میکنه، اذیت میکنه، آزار میکنه، این مساوی با محاربه با خدا و چقدر هم سختگیری شده، سختگیری شدیده برای چنین فردی. یعنی باید مردم در امنیت زندگی کنن، هم امنیت جسمی یعنی نترسن از اینکه خدا نکرده تهدیدی باشه، هم امنیت روحی روانی یعنی نترسن از اینکه آبروشون رو ببرن، یعنی یه فضایی که طرف نگران باشه که هر آن ممکنه که توی این شبکه‌های مجازی یه عکسی فتوشاپی از کسی درست کنن بعد آبرو. اینم جزء محاربه است ها، یعنی کسی که باعث رعب و وحشت در بین انسان‌ها میشه و انسان احساس آرامش نداره که هر آن ممکنه که عکس این رو، تصویر این رو بگیرن، فتوشاپ کنن و در فضاهای مجازی بگذارن و آبرو حیثیت شخص را ببرن. اهمیت قصه اینه که کسی که چنین ناامنی در جامعه ایجاد میکند این مساوی با محاربه با خدا و اونم برخورد شهید این چنینی. خب خیلی خوب، چون انتهای پاسختون رسید به اینجا، من اجازه بدید میخواستم این سوال چند سال بعد بپرسم، الان بپرسم. گفتن که با توجه به قرآن در مواجهه با فردی که در جامعه مورد سوء زن هست چه برخوردی داشته باشیم؟ آقای اسفندیاری پرسیدن از در واقع اندیمش. این بعضی وقتا توی همین فضای مجازی که گفتین یه خبری پخش میشه از یه فردی، حالا بعضی مثلا ممکنه فردی هم باشه که به چه عمومی خاصی داشته باشه، مردمی اعتباری پیش مردم داشته باشه و اینا، بعد یه به یه فسادی، به یک بداخلاقی، به یک گناهی، به یک خطایی متهم میشه، هنوز اتهامش هم ثابت نشده و اصلا در مرحله سوء ظن، یه شایعه‌ای پراکنده شده، فراگیر شده در جامعه، مثلا تو فضای مجازی. یه وقتی هم هست مثلا خارج از کشور، رسانه‌های خارج از کشور به اون دامن میزنن، مثلا دوست دارن انگار روی این قضیه کار کنن، بولدش میکنن، تقویتش میکنن، پررنگش میکنن، ولی هنوز هیچ ثابت نشده. کسی هم که میشنوه بعید به نظر میرسه که چنین چیزی رو بخواد مثلا بگه درست بوده، ولی خب توی تحیری آدم، خلاصه توی این فضا آدم باید چه رفتاری خودششون بده، تایید کنه، رد بکنه در مواجهه با آدمای مختلف که توی این در معرض این داستان قرار گرفته؟ خیلی سوال به نظرم دقیقه، از این جهت که ما در قرآن در سوره حجرات آیه 12 داریم که اجتناب کنید از بیشتر زن و گمان ها، نمیگه از همش ها، از همش نمیگه، از بیشتر زن و گمان ها اجتناب کنید، که این بعض از زن اسم بعضی از زن و گمان ها گناهه. برای اینکه اون بعض گرفتار اون بعض نشی، از اکثر این زن و گمان ها خودت رو جدا کن. جدا. خب یه وقتی یکی از این سوال رو که مطرح من پاسخ میدادم مطرح کرد که خب شما حساب کنید در کربلا، در کوفه 50,000 نفر، 30,000 نفر، 60,000 نفر دارن یک مطلب رو بیان میکنن و اونم اینه که فرزند رسول خدا از مسیر رسول خدا منحرف شده. حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ یعنی ما به این حرفا حسن ظن داشته باشیم یا سوء ظن؟ خب اگر به صورت ابتدایی به آیه نگاه کنیم، آیه میگه نه دیگه، اینجا اجتناب کن از سوء ظن و بگی که نه اینها دروغ میگن، اینها اشتباه میکنن، نه دیگه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا که نیست، که این حتما راست میگن. اینجوریه، اگه اینجوری باشه پس تمام اونهایی که به اون ناقل و اون راوی که این خبر رو پخش کرد که عبید الله باشه و اونم توسط شریح با هم نشستن توطئه کردن و اخبار رو ساختن، مثل همین الان که تو شبکه های مجازی میسازن، خیلی واقعا نشستن تو اتاق فکر دارن توطئه میسازن، بعد اون وقت توسط عوامل خودشون پخشش کردن. خب از این طرف هم دستور الهی میگه که سوء ظن نداشته باشید به افراد، چون بعضی از سوء ظن گناهه. خب بسم الله، حالا ما الان
حسن زن پیدا کنیم یا سوء زن پیدا کنیم. من آیه رو بخونم و نکته بنظرم خیلی مهمه و شما هم از طرف مردم بزرگوار سوالتون هی در این زمینه بیشتر کنید تا به یک نقطه قرآنی برسیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب مؤمنینه، مستحب به دیگه. تو روایت داریم که وقتی مورد خطاب قرار گرفتی به یا ایها الذین آمنوا رسیدی بگو لبیک اللهم لبیک، خدای چنین فرمایید من در خدمتم. خدای فرمود خب در خدمتی، بله. اجتنبو کثیرا من الظن، از گمانهای بد اجتناب کنید. اجتنبو کثیرا من الظن، از ظن و گمان بد. چرا؟ چون ان بعض از ظن اسم، چون بعضی از ظن و گمانها بدگمانی ها گناه. ولا تجسسو، حکم بعدی این که درباره مردم تجسس نکن. نرو تا فیها خالدون آدم ها رو در بیاری که این همسرش کیه، نمیدونم پدرش کیه، مادرش کیه، کجا کار میکنه. به تو چه ربطی داره؟ چرا تو زندگی مردم تجسس میکنی؟ عادت غلطیه که این فضای مجازی هم دامن زده بهش این روزا خیلی. ببین همش مردم، یعنی درباره مردم سوء ظن نداشته باش، درباره مردم تجسس نکن. ببین چه دین با کلاسی ما داریم. ولا یغتب بعضکم بعضا، پشت سر مردم لطفا حرف نزن، غیبت نکن. میدونی غیبت کردن پشت سر دیگران حقیقتش چیه، ملکوتش چیه؟ ملکوتش اینه که ایها بو احدکم ان یاکل لحم اخی میتتا، اگر اون کسی که الان داری غیبتشو میکنی، اگر اون بمیره گوشت او رو بیارم بدن تو میخوری؟ خب چرا این کاری میکنی؟ عجب تعبیری به کار بردن. لذا در روایت داره که در ماهوار رمضان چند نفر خدمت پیامبر از مشهر رسیدن، حضرت فرمود که شما چرا روزتان افطار کردید؟ گفتن نه ما افطار نکردیم. حضرت فرمود چرا؟ دهنتون بوی گوشت مردار میده، غیبت کردی. او شامش قویه، کسی که غیبت میکنه حقیقت ملکوتش اینه که این دهنش پر از خون و گوشت برادر مؤمنشه، بوی این لجن میاد. خب بنابر خدا اصل قصه این شد که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. خب حالا ما این رو چیکارش بکنیم؟ من از دو تا روایت استفاده کنم این مطلب روشن بشه. ببین من یه مورد نقض مثال زدم که این خیلی مورد عجیبیه که آقا توی کوفه داری زندگی میکنی، این آقا داره میگه حسین از دین جدش منحرف شده، اون میگه حسین. یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر، 20,000 نفر، ولی همه دارن میگن آقا دیگه زن گمان بد نکن دیگه، بگو راست میگن. راست میگن دیگه. خب از اون طرف هم قرآن میگه که اجتناب کن از کسی. یه تعبیر از تعبیر در نهج البلاغه داره سلام علیک، این فرماد که در مسائل علمی انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین چی میگه، نبین کی میگه. ببین حرف چه حرفیه، یه بحث علمی مطرح کرده. حالا اینه بچه گفته، گفته باشه، مؤمن گفته، گفته باشه، کافر گفته، گفته باشه، بحث علمیه. اطلب العلم ولا بستین، شما علم و حکمت رو برو در چین باشه، برو بگیر استفاده کن، یعنی کاری نداشته باش که این کافر این حرف زده یا تو مسائل علمی. ببین چه میگوید، نبین که میگوید. اما در تو مسائل علوم انسانی و نسبت به اشخاص و نسبت به مسائل سیاسی و نسبت به افراد چرا میگوید ببین کی میگه، نبین چی میگه. اوه اینجا برعکس، این قرآن بالای نه کرده در جنگ صفین و همه دارن میگن ان الحکم الا لله، ان الحکم، حکم فقط خدا، قرآن هم دستور خداست. آقا چرا با هم بجنگی؟ از این حرف قشنگتر؟ نه. آقا قرآن حکم باشه، از این حرف قشنگتر؟ از حرف فهمود گول نخورید، حرف قشنگه، حرف خوبه، حرف درسته. نبین چی میگه، ببین کی میگه. کی پشت این قصه است؟ امرؤاس اگه حرف راستم بزنه این یک کلکی توش خوابیده.
فضاهای مجازی پشتش متدینین خوابیدن. این شایعه هایی که در فضاهای مجازی درست میشه، این حرف هایی که دارم بیان میکنم پشتش آدم با تقواست. خیر. امثال آیت الله بهجت و بزرگان این چنینی هست. خیر. خب پس بنابراین ببین چی میگن. نبین چی میگه به این ها، به این حرف ها اعتماد نکن. ببین این منبعش، این بنگاه خبر پراکنیش کجاست؟ کجاست؟ بابا این معاویه زمان، یزید زمان داره نسبت به حسینیان زمان، نسبت به حق و حقیقت گرد و غبار میکنن و همه چیزی دارن در تاریکی قرار میدن، کسی نتونه حق از باطل تشخیص بده. جمع این به اینه. این مال جامعه اسلامی، در جامعه متدینین، در جامعه اسلامی نسبت به آدمهای متدین مسلمان سوء ظن نداشته باش. نسبت به همسر، نسبت به بچه‌هات سوء ظن نداشته باش. نسبت به فامیل، نسبت به همکارا سوء ظن نداشته باش. ولی اگر دیدی پشت یک قصه ای، یک باندی، یک تیم، یک گروه معاویه صفتی، یزید صفتی هست، اونجا اصلا اعتماد به این حرفها نکن. نکته بعد این که اگر کردی تو با او در این جرم شریکی. عجب. کمکش کردی دیگه. این خطر اینجا. پس به اینجا جاییه که باید به گوینده خیلی توجه کردیم. این کی این حرف رو میزنید؟ رضا توی زیرت آشنا میخوانید لعن میکنید چه کسانی رو؟ اونا که شایعت و بایعت و تابعت. بسیار. دست شما در نکنه. خیلی کاربردی فرمودین.